خیلی اوقات سر اینکه یه بار از یه چیزی استفاده کنیم مجبور میشیم بریم اون اپلیکیشن دانلود کنیم. غافل از این که اصلا نیاز نیست بری اپلیکیشن دانلود کنی، خود ویندوز اون ویژگیو داره. تو این برنامه هم اومدم این ویژگی‌ها رو بگم که مجبور نشی هی بری اپلیکیشن دانلود کنی سر چیزایی که خود ویندوز اونا رو داره. اول از همه اینو بگم که خب یه سری فعالیت‌ها رو خب خیلی سیستم عامل دارن، خیلی ندارن. مثلا ممکنه یه فیچری مک داشته باشه، ویندوز داشته باشه، ویندوز داشته باشه، مک نداشته باشه. همینجوری در مورد لینوکس. و خب تو این برنامه میخوام در مورد این ویژگی‌های مخفی که توی ویندوزه و خیلی ازش اطلاع ندارن، استفادهش نمی‌کنن، فقط چون که نمی‌دونن، در مورد این صحبت کنم. اگر که می‌خواید در مورد فیچرها و ویژگی‌های مخفی مک و اگر مک رو میخواید کامنت بنویسید، اگر که لینوکس میخواید خیلی کامنت بنویسید، چون سر اینکه چه تعداد سر لینوکس کار برداریم و تو ویندوزها ما انقدر اطلاعاتی نداریم، ولی سر مک میدونیم که خب تعداد زیادی هستن، سر ویندوز تعداد زیادی هستن. اگر در مورد لینوکس این چنین برنامه میخواید حتما کامنت کنید برامون، سر مک هم حتما کامنت کنید که اگر تعداد کامنت ها زیاد باشه ما حتما در مورد اونها یه دونه برنامه درست کنیم. اول از همه میخوام برم سراغ یه چیزی که خیلی در موردش جوک میسازن، خیلی مسخرهش میکنن، میگن چیزیه که اصلا نباید استفاده کنید. ویندوز دیفندر رو قطعا همتون میشناسید، نرم افزاری که خیلیاتون همون موقع اول، همون لحظه اول، همون روز اول از توی ویندوز پاک میکنید یا غیر فعال میکنید و میرید جاش یه سری آنتی ویروس میریزید، مثلا نود 32 ایست که نمیدونم چرا این کار میکنید، چون که ویندوز دیفندر یکی از قوی ترین آنتی ویروس های دنیاست و یکی از بهترین آنتی ویروس ها واسه ویندوز. یعنی مثلا بخوام دو سه تا دونه آنتی ویروسی که از این بهتر رو بگم، یکیش کاسپرسکیه، غیر از کاسپرسکی مثلا بی دیفندر هم خوبه، بهتر از اینه، ولی اکثریت آنتی ویروسایی که شما می‌ریزید جای آنتی ویروس ویندوز بهتر از اون نیستن. یه مثال خیلی سادهش ایست نود 32، یعنی یه آنتی ویروسی که تو ایران خیلی مرسومه شاید 1/10 ویندوز دیفندر هم امنیت مثلا کامپیوترتون رو تضمین نکنه. من اصلا به کسی توصیه نمی‌کنم که خود ویندوز دیفندر رو غیر فعال کنه که جاش بیاد نود 32 بریزه. واسه کاربرای عمومی، واسه کاربرای عادی، ویندوز دیفندر، یعنی مثلا تقریبا اکثریت ماها، ویندوز دیفندر بهترین انتخابه. من فقط به کیا میتونم توصیه کنم که برن یه دونه ویندوز دیفندر جای ویندوز دیفندر یه چیزی که نصب کنن؟ فقط به کسایی که توی شرکت‌های بزرگ کار میکنن، اطلاعات مهمی دارن، نگران اطلاعاتشون پاک بشه، هک بشه، این اتفاق براش بیفته، یا اطلاعات محرمانه‌ای دارن که مثلا شرکت‌های دیگه نباید بهش دسترسی پیدا کنن. فقط شما لازمه که برید آنتی ویروس نصب کنید، وگرنه بقیه آدما، حتی بقیه شرکت‌ها هم ویندوز دیفندر هم زیادشونه. اپلیکیشن بعدی یه اپلیکیشن خیلی جالبه، نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، توی ویندوز ویستا مایکروسافت یه دونه اپلیکیشنی داشت اسمش مووی میکر بود، حتی توی ویندوز ایکس پی هم بود که نسخه جدیدش توی ویندوز ویستا بود. من با این اپلیکیشن خیلی حال می‌کردم، کلی افکت باحال داشت، ازش استفاده می‌کردم، کلا ادیت ویدیو رو هم موقع شروع کردم. ولی خب الان که اصلا بخوام بگم یه ویدیو ادیتور کمی حرفه‌ای شدم، به هر حال باید با پریمیر کار کنم. ولی خب شماها که اگر که پریمیر زیاد بلد نیستین، یه اپلیکیشن ساده میخواین که مثلا واسه یوتیوب 4 تا فایل با هم بچسبونین، یا مثلا حجم اینترنتتون قد ندارین که بخواید چیزی نصب کنین، یا مثلا کامپیوترتون نمیکشه پریمیر روش نصب کنین، بهترین اپلیکیشن براتون یه اپلیکیشنه به نام ویدیو ادیتور. ویدیو ادیتور نسخه جدید هم مووی میکر قدیمیه. یعنی با ویدیو ادیتور که کار میکنی دقیقاً یاد اون مووی میکر میافتی و اصلا یه حال و هوای جالبی داره که من دقیقاً یاد همون موقع میندازه. مثلا من الان میام اینجا یه دونه نیو پروژکت درست میکنم و توی نیو پروژکت هم میتونم یه سری فایل اضافه کنم، این فایل‌ها رو برمی‌دارم ادیت میکنم توش و حالا کارهای مختلف انجام میدم، افکتی بخوام بهش بدم، این کارا رو انجام میدم. و این خیلی اپلیکیشن باحالی بود، من این اپلیکیشن رو دیدم تعجب کردم، چون که واقعا واسه اکثریت آدما که کار حرفه‌ای ادیت ویدیو نمیخوان انجام بدن، 4 تا عکس و فیلم رو میخوام بچسبونم به هم، مثلا یه دونه ویدیو درست کنم بزنم تو اینستاگرام بفرستم برای بابا بزرگشون، برای مامان بزرگشون، برای بابا مامانشون کافیه، یا حتی مثلا اگه دانشجویی، دانش آموزی چیزی هستی، نیاز داری چند تا فیلم رو بچسبونی، این اپلیکیشن برات عالیه. چیز دیگه که خیلی مهمه تو ویندوز داشته باشی چیه؟ ایموجی. خیلی ها فکر میکنن که ویندوز ایموجی نداره و از ایموجی نمیتونن تو ویندوز استفاده کنن. چرا اینجوری هن؟ به خاطر اینکه با ویندوز کی، یعنی دکمه ویندوز، به علاوه دات آشنایی ندارن. وقتی ویندوز رو دات رو میزنیم
یه دونه پاپ آپ باز میشه که توی اون ایموجیاتو نشون میده، ایموجیای ویندوز. حالا اوکی دیزاین ویندوز دیزاینش برمیگرده به 5 سال 6 سال پیش، مال ویندوز فون، ویندوز موبایل 10 مال اون موقع است، ولی حداقلش اینه که کارتو انجام میده و تو اپلیکیشن هایی که مثلا سخت ایموجی استفاده کردن توش، تو واتساپ میخوای یه پیامی تو کامپیوتر بدی به یکی، توی مثلا تایتل ویدیویی که داری واسه یوتیوب میزنی میخوای یه دونه ایموجی اضافه کنی و سر همین ده مشکل برمیخوری. خیلی هم میان یه اکستنشن رو کروم و اجشون نصب میکنن، یه اپلیکیشن جداگونه نصب میکنن، اصلا نیازی نیست، میزنیم و به راحتی هر ایموجی خواستیم اینجا استفاده میکنیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر این ایموجی هم آپدیته. بعد اگر که زبونتون هم فارسی باشه، وقتی که میایید روش، جوش مینویسه که این قضیه در مورد چیه. تا الان ننوشت، یه دقیقه بازم نیمون. حالا اگر که فارسی بنویسید فارسی میره. البته فونت ما چون که اینجا انگلیسی بود، یه چک دوباره، بله درست شد. مثلا این ایموجیه که خیلی جدیده و اصلا استفادهش واسه من خیلی زیاده، ولی اینجا داریمش در حالی که مثلا نسخه دسکتاپ تلگرام این اضافه نکرده هنوز. یه چیز دیگه که تو ویندوز خیلی ها بهش نیاز دارن اینه که چیکار کنن که ویندوز آپدیتشون عقب بیفته. خیلی ممکنه برن یه اپلیکیشن دانلود کنن که ویندوز آپدیت کلا غیر فعال میکنه، که اصلا توصیه نمیکنم این کارو بکنید. ویندوز پر باگ امنیتیه، نه فقط ویندوز، مک و لینوکس هم باگ امنیتی دارن، ولی ویندوز پر باگ امنیتیه. بعد مثلا میگن آقا یه باگ امنیتی ویندوز در اومده، که از توی این باگ امنیتی ممکنه کل اطلاعات کامپیوترتون یکی بیاد پاک کنه بره، بعد شما بمونین و کامپیوتری که هیچ اطلاعات نداره، اصلا همه چیش پاک شده. این وسط ویندوز آپدیت خیلی مهمه، ولی ممکنه من یه کاری بخوام انجام بدم که این کار چند روز طول میکشه و به خاطر اون کار نباید کامپیوترمو خاموش کنم. مایکروسافت یه فیچر گذاشته توی بخش ویندوز آپدیت، ستینگ رو باز میکنیم این تو آپدیت و میذاریم که ویندوز آپدیتمون، برو شما، ویندوز آپدیتمون 7 روز توقف پیدا کنه و تو 7 روز ویندوز آپدیت نشه. مثلا این اپلیکیشن ما الان آپدیت شد و ریستارت شد واسه خودش، که مثلا ویندوز اگه آپدیت میخواد بشه توی این 7 روز نشه، خاموش نشه ویندوزمون. یا اگر که قرار ویندوز نصب بشه توی زمانی که من دارم با کامپیوترم کار میکنم نصب نشه، بره توی زمان دیگه نصب شه که من کار نمیکنم با کامپیوترم. اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم، این دکمه رو بزنیم که اینجا از طریق این دکمه بیایم تغییر بدیم اکتیو آورز ویندوزمون رو عوض کنیم، بگیم آقا من تو این ساعت تا این ساعت با ویندوزم کار دارم، این وسط نیا ریستارت کن ویندوز آپدیت نصب کن، پدر منو درآوردی، یا همچین حالتی. مثلا میگه آقا فقط 12 شب تا 6 صبح نصبش کن که من با لپتاپم کاری ندارم. اینجوری خیلی راحت تره و دیگه اونجوری ویندوز هم عقب نمیفته. البته خود ویندوز میتونه تشخیص بده و من گذاشتم رو حالت اتوماتیک که تشخیص بده من کی میخوام، کی بیدار میشم، کی با لپتاپم کار دارم، که توی اون موقع ویندوز رو نصب نکنه آپدیت بشه. یه چیز دیگه که ویندوز داره و خیلی من دوست دارم اینه که ویندوز قبلا اینو نداشت، تازه اضافه کرد فکر کنم. البته اینکه وقتی که شما مثلا یا اینجوری مینویسی، بعد کنترل A کنترل C میکنی، بعد دوباره میخوای یه چیز دیگه بنویسی، بعد دوباره اونو میای کنترل C میکنی کپی میکنی، بعد تو اون تکست قبلی که کپی کرده بودی اون نوشته ها از بین رفته فکر میکنی. چرا؟ چون که فقط یه دونه کنترلی بیشتر نداری، که فکر میکنی الان کنترل V رو بزنی دیگه فقط اون آخریار داره دیگه. اینجا مایکروسافت یه فیچر اضافه کرده که میتونی به جای اینکه کنترل V بزنی ویندوز V رو بزنی. ویندوز V رو بزنی یه دونه هیستوری کلیپ بورد برات روشن میشه که از اون به بعد هر چیزی کپی کنی تو کلیپ بوردت میتونه واسه دفعه بعدی هم بمونه. مثلا الان من اینو کپی میکنم، بعد مثلا پاکش میکنم چیز دیگه مینویسم، دوباره اینم کپی میکنم، بعد میگم ای بابا قبلیه رو من وای پیست نکردم، اینجا یه اینتر میزنی ویندوز ویو میزنی و قبلیه رو پیست میکنی همینجا، تموم شد بدون مشکل. واسه اینم یه سری اپلیکیشن وجود داره که من توصیه میکنم استفاده کنید، چون که همین خود ویندوز داره و ویندوز خودش به اندازه کافی سنگین است واسه لپتاپ شما، علیکی سنگین ترش نکنید. یه چیزی که خودم خیلی استفاده میکنم و بدون اون نمیتونم واقعا کار کنم،
اسنیپن اسکچ ویندوز. این چی کار میکنه؟ با شورتکات حالا میتونید سرچ کنید این پایین توی سرچ اسنیپ اند اسکچ. میتونید اینو سرچ کنید که بیاد، یا اینکه دکمه ویندوز رو بزنید با شیفت و اس. وقتی اینو میزنید یه صفحه میاد بالا که این صفحه به راحتی میتونه براتون هر چیزی رو خواستین اینجوری سلکت کنه، اسکرین شات بگیره، یا اینجوری کنید به صورت فری فرم اسکرین شات بگیره براتون، یا اینجوری کنید فقط از یک صفحه از یک پنجره اسکرین شات بگیرید، یا میتونید از کل صفحتون اسکرین شات بگیرید بدون هیچ مشکلی. این خیلی اپلیکیشن باحالیه. بعد نکته قشنگش اینجاست، وقتی که اسکرین شاتتو میگیری و اسکرین شاتتو باز میکنی میتونی راحت بری ادیتش کنی، و مثلا اگر که میخوای مثلا یه خط صاف مثلا بکشی، این خط کشه رو احضار میکنیم میاریم اینجا، خودکار رو میزنیم، سایزش رو درست میکنیم، اینجا یه خط ریز اینجا میکشیم. حتی میتونیم لایتر رو فعال کنیم و روی این خط کشه روی این یه لایتر زرد بکشیم و راحت استفاده کنیم. اصلا چی میخوای؟ چی نیاز داری؟ دو تا چیز دیگه هم هست که من تو ویندوز خودم خیلی استفاده میکنم و به نظر خودم خیلی کاربردیه. چیه اونا؟ یکی اینه که مثلا میخوام خب ببینم فایلام فرمتش چیه. تو حالت عادی و دیفالت ویندوز فایل نیم اکستنشن رو نشون نمیده، یعنی نمیگه مثلا این عکس پی ان جیه، این عکس جی پی جیه، این مثلا پی اس دیه، نمیدونم فایل ویدیو ام پی 4ه یا چیه. سر همون من همیشه وقتی ویندوز رو نصب میکنم اولین کاری که میکنم ویندوز وقتی نصب میکنه اینت اینجا نیست، اینو باز میکنم، یعنی اکسپندش میکنم، میام توی پنجره ویو، تب ویو، و اونجا فایل نیم اکستنشن رو فعال میکنم. وقتی که فعال میکنی فایل نیمات پی ان جی میاد، جی پی جی میاد، ام پی 4ش میاد، و این خیلی بر من کاربردیه. دیگه نیست دونه دونه برم به اینا فایلم عکس فیلم چیه، و من خیلی اینو دوست دارم، مخصوصا سر اینکه بخوای با عکس مختلف کار کنی، یه عکس ممکنه پی ان جی باشه، یه عکس جی پی جی باشه، راحت بین این دوتا میتونی تشخیص بدی که چی چیه. یه چیز دیگه هم که خیلی کاربردیه، مثلا من الان میرم تو دیس پی سی، میرم توی لوکال درایو سی و میبینید که یه سری فایلام هست که هیدنه. خب اینا مال اپلیکیشن خود ویندوز، فایل خود ویندوز. اینجا زیر هم فایل نیم اکستنشن من یه دونه هیدن آیتمز دارم که خاموشه معمولا بای دیفالتش، ولی من اینو روشن میکنم به خاطر اینکه خیلی اوقات نیاز دارم یه سری فایل دسترسی پیدا کنم که اینا هیدنه، و به راحتی اینجوری میتونم دسترسی پیدا کنم. بهتون پیشنهاد میکنم که این کارو انجام بدین شما هم، اما به اون فایلایی که احتمال داره خطرناک باشه پاک شدنش دست نزنید، چون که ویندوزتون ممکنه به فنا بدید. یه سری کار دیگه هم هست مثل رفتن تو رگدیت و یه سری تغییرات دادن و اینا که من اصلا توصیه نمیکنم، چون که یه عدد اشتباه بزنیم که ویندوزت بره رو هوا و کلا بدبخت بشید. سر همین کلا توصیه نمیکنم با اون بخش زیاد کار کنید، ولی اگر که خیلی راغب هستید حتما تو کامنت ها برام بنویسین که دونه برنامه در مورد اون قضیه بریم براتون، و در مورد سریعتر کردن ویندوز هم باز یه برنامه داریم که حتما سابسکرایب کنید، باز میگم بهتون که اونم از دست ندین، اونم به زودی میریم. نظرتون در مورد این برنامه چی بود؟ این تریک ها رو بلد بودید یا نه؟ اگر که اینا رو دوست داشتین و استفاده میخواید بکنین ازشون حتما برام تو کامنت بنویسین چه چیزایی شما بلدین تو ویندوز که ما نگفتیم، حتما تو کامنت بنویسین که هم خود ما یاد بگیریم، هم کسایی که میان این ویدیو رو میبینن و میرن کامنت ها رو میخونن اونا هم بتونن اینو یاد بگیرن. ممنون از اینکه ویدیو رو دیدین، لایک و سابسکرایب تو یوتیوب آپارات اگر که این ویدیو رو دوست داشتین فراموشتون نشه. همچنین اگر که میخواهید با ما در ارتباط باشین فقط کافی از طریق شبکه‌های اجتماعی که لینکش توی توضیحات هست با ما در ارتباط باشین. یوزرنیم ما هم همه جا @سمین شکست. پیشنهاد خوبی بود.